سرخط خبرها ادعای جروزالم پوست هکرهای ایرانی اطلاعات 300 هزار اسرائیلی را به دست آوردند واکنش وزیر خارجه به برکناری باوری استراتژی پوتین برای پیروزی در اوکراین سلام و درود به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید ادعای جروزالم پست هکرهای ایرانی اطلاعات 300 هزار اسرائیلی را به دست آوردند رسانه سحنیستی جروزالم پست در گزارشی مدعی شد که هکرهای ایرانی اطلاعات بیش از 300 هزار اسرائیلی را از سایت های گردشگری هک کرده و به دست آوردند. در این گزارش ادعا شده است که گروه هکر ایرانی شارپ بویس این اطلاعات شخصی را از بیش از 20 سایت گردشگری به دست آورده است. این گروه هکری ماه گذشته نیز کرده بود که دادههایی از جمله شماره شناسایی آدرس اطلاعات کارت اعتباری و غیره را به دست آورده و همزمان بیش از 20 سایت آژانس مسافرتی هتلها و استراحتگاه ها حک شدند بر اساس گزارش ها اطلاعات فاش شده شامل درخواست های شخصی مشتریان سهنیستی برای لغو تعطیلات برنامه ریزی شده به دلیل مسائل مختلف بود است. هکرهای شارپ بویز در عکسی که در کانال تلگرامی خود منتشر کرده است میگوید هر جا بروید حتی در سفرها تحت کنترل ما هستید نام ما را به خاطر بسپارید از سوی دیگر سازمان حفاظت از حریم خصوصی رژیم صهیونیستی خواستار ارتقای امنیت سایبری این رژیم شده است بر اساس این گزارش شارپ بویز در ابتدا ادعا کرد که کنترل مدیریت اصلی وبسایت ها را به دست آورده و صفحات زیادی را منتشر کرد که می گفت حاوی اطلاعات شخصی 120 هزار نفر است. شارپ بایز بعدا صفحه گستردهی منتشر کرد که مدعی شد حاوی اطلاعات کارت اعتباری و اطلاعات شخصی 100 هزار نفر دیگه است. در این گزارش همچنین گفته شده هکرها در تمام حملات خود هیچ درخواستی برای باج ندادند. هرچند منابع صحنیستی گفتند که مشخص نیست که این حملات با چه انگیزه ای انجام شده است. شهردار یکی از شهرهای مکزیک طی مراسمی با یک تمساح ازدواج کرد ویدیویی از مراسم ازدواج شهردار یکی از شهرهای کوچک مکزیک با تمساح در فضای مجازی منتشر شده است که موجب تعجب و واکنش کاربران قرار گرفته ویکتور هاگاسوسا شهردار سن پدرو هواملولا روز پنجشنبه سی ژوئن طی مراسمی با حضور میهمانان و پخش موسیقی محلی با یک تمساه ازدواج کرد و در این مراسم چندین بار پوزه عروس را که برای جلوگیری از گاز گرفتگی بسته شده بود را بوسید استراتژی پوتین برای پیروزی در اوکراین به گزارش اکو ایران ارتش روسیه در حال پیشرفت است هر چند به کندی به نیروهای اوکراینی دستور داده شده است که از شهر سیور و دونسک عقب نشینی کنند و روسیه را در فاصله کمتری برای کنترل تمام استان لوهانس قرار داده است یکی از دو منطقه‌ای که با هم منطقه دونباس را تشکیل می‌دهند اسلویانس در شمال شرقی دونسک استان دیگر دونباس نیز مورد حمله قرار گرفته است جنگ طولانی به نفع کیست پیشروی روسیه در منطقه دونباس و زمزمه های هشدارگونه درباره پتانسیل طولانی شدن جنگ در اوکراین نشریه هفتگی اکونومیست را بران داشته تا در پرونده ویژه شماره جدید خود این پرسش را به بحث بگذارد که یک درگیری طولانی به نفع روسیه است یا اوکراین و سپس استدلال می در شرایطی که اوکراین روی متحدان غربی خود حساب می پوتین روی خستگی ها از تطویل جنگ حساب باز کرده است. جنگ معمولی کوتاه است. پل از دانشگاه شیکاگو محاسبه می کند که از سال 1815 میانگین طول مدت جنگ بین کشورها کمی بیش از سه ماه بود است. در سال 2003 آمریکا دولت عراق را تنها در 20 روز سرنگون کرد درگیری که ارمنستان و آذربایجان بر سر قلمرو قره کوهستانی در سال 2020 با هم جنگیدن در 44 روز به پایان رسید با این حال تهاجم روسیه به اوکراین وارد پنجمین ماه خود شده و هیچ نشانه ای از پایان یافتن نشان نمی دهد بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در اواسط ژوئن نوشت من می ترسم که ما باید خودمان را برای یک جنگ طولانی آماده کنیم. ینس یعنی استولتنبرگ دبیر کل ناتو هشدار وی را تکرار کرد. ما باید برای این واقعیت آماده شویم که ممکن است سالها طول بکشد. دردسرهای یک جنگ طولانی در روزهای اولیه تهاجم غرب نگران بود که نیروهای اوکراینی به سرعت توسط قدرت آتش برتر روسیه غرق شوند و مقاومت از بین برود اکنون ترسا متفاوت است اینکه اوکراین استراتژی خود را به اندازه کافی برای مبارزه با یک جنگ فرسایشی پایدار تنظیم نکرده است سربازان و مهمات آن تمام خواهد شد ماها نبرد باعث سقوط اقتصادان می شود. با سختتر شدن شرایط م... ممکن است برای مبارزه کاهش یابد روسیه نیز در معرض بسیاری از همین فشارها قرار دارد درگیری هایی که جوانانش را میجوند اقتصادش را تضعیف می کنند و نزول آن را به سمت دیکتاتوری تسریع می کنند یک درگیری طولانی همچنین عزم متحدان غربی اوکراین را آزمایش خواهد کرد تورم رای دهندگان را آزار میدهد و درخواست اوکراین برای سلاح و پول نقد افزایش مییابد به طور خلاصه یک جنگ طولانی هر دو طرف را به روش های جدیدی آزمایش خواهد کرد اینکه به نفع روسیه یا اوکراین باشد تا حد زیادی به نحوه واکنش غرب بستگی دارد اکنون جنگ طولانی فرا میرسد هفته نامه داستان جلد این شماره خود را با طرحی از یک مسیر بی انتهای از جنگ اوکراین تزیین کرده و در سرمقاله خود با عنوان چگونه در یک جنگ طولانی پیروز شویم نوشته است اوکراین پس از عمل کرده خوب در اوایل جنگ در حال از دست دادن موقعیت خود است بعد از این چه اکنومیست در این سرمقاله آورده است اوکراین در جنگ کوتاه پیروز شد نیروهای متحرک و کاردان خسارات وحشتناکی را متحمل شد و نقشه های روسیه برای تصرف کیف را مخدوش کردند. اکنون جنگ طولانی فرا می رسد. اسلحه جان و پول را تخلیه می کند تا زمانی که یک طرف اراده جنگیدن را از دست بدهد. اجالت این جنگی است که احتمالا روسیه برندگیان است. در روزهای اخیر نیروهای روز شهر شرقی سورودونسک را تصرف کردند آنها در لیسیچانسک پیشروی میکنند و ممکن است به زودی تمام استان لوهانسک را کنترل کنند آنها همچنین اسلویانسک در همسایگی شمال دونسک را تهدید میکنند رهبران اوکراین میگویند که آنها از سلاح خالی شدهاند و مهمات ندارند دولت آنها تخمین میزند که روزانه دیویس نفر از نیروهایش جان خود را از دست میدهند خوشبختانه برای اوکراین این پایان کار کار پیشروی روسیه کند و پرهزین است. با تسلیحات ناتو، تاکتیک های جدید و کمک مالی کافی، اوکراین از هر نشانسی برای عقب راندن ارتش روسیه برخوردار است. خوشبختانه برای اوکراین این پایان کار نیست. پیشروی روسیه کند و پرهزین است. با تسلیحات ناتو، تاکتیک های جدید و کمک مالی کافی، اوکراین از هر نشانسی برای عقب راندن ارتش روسیه برخوردار است. حتی اگر بازپسگیری سرزمین از دست رفته سخت باشد. اوکراین می تواند بیهودگی کمپین پوتین را نشان دهد و به عنوان یک کشور دموکراتیک و غربگرا ظاهر شود. اما برای انجام این کار نیاز به حمایت پایدار دارد و این هنوز در حاله از ابهام است. واکنش وزیر خارجه به برکناری باغری حسین امیر عبداللهیان در توییتر خود نوشت دکتر باغری با جدیت و در هماهنگی کامل با من به مذاکرات منطقی مستدل و فعال برای لغو تحریم ها ادامه میدهد. ما با قدرت و منطق به تلاش ادامه می دهیم. واقع بینی آمریکا و اخذ تضمین پایدار در نفع کامل اقتصادی ایران از توافق می نتیجه مذاکرات را ثمر بخش کند.